رومیان فصل پنجم. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض خدا شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی میکنیم، بلکه در زحمات خود نیز شادمان هستیم، زیرا میدانیم که زحمت بردباری را ایجاد میکند و بردباری موجب میشود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را میآفریند. این امید هیچ وقت ما را مایوس نمیسازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلبهای ما را فرا گرفته است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاص دور از خدا جان سپرد. کمتر می توان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا نجات می‌یابیم. وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. نه تنها این، بلکه ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده در خدا خوشی میکنیم. گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. پیش از شریعت گناه در جهان وجود داشت، اما چون شریعتی در بین نبود، گناه به حساب آدمیان گذاشته نمی شد. با وجود این، باز هم مرگ بر انسانهایی که از زمان آدم تا زمان موسی زندگی می کردند حاکم بود. حتی بر آنانی که مانند آدم از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند. آدم نمونه آن کسی است که قرار بود بیاید، اما این دو مثل هم نیستند، زیرا بخشش خدا با گناهی که به وسیله آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یک نفر مردند، اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی یعنی عیسی مسیح سرچشمه گرفته، به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شده است. همچنین نمیتوان آن عطیه خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی آدم مقایسه کرد، زیرا در نتیجه آن نافرمانی انسان ملامت شده شناخته شد. حال آن که بخشش خدا پس از آن همه خطایا براعت یافت، به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد. اما چقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است. همه کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگان عدالت او را دریافت دارند، به وسیله مسیح در زندگانی حکومت خواهند نمود. پس همانطور که یک گناه موجب ملامت
و حکم همه آدمیان شد. عمل یک شخص عادل نیز باعث براعت و زندگی همه می باشد. و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر عادل شمرده می شوند. شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت، فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. پس همان طور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود در آورد، فیض خدا نیز به وسیله عدالت فرمان روایی می کند و ما را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به حیات ابدی هدایت می کند.